سلام، اینجا کاروبار است. رضا فرزام استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل با خود داریم و با ایشان در مورد گزینه‌های ثبات اقتصادی برای افغانستان پس از سال 2014 میلادی صحبت می‌کنیم. آقای فرزام، به کاروبار خوش آمدید. شکر. خب، به صورت مجموعی رسانه‌های افغانستان و در سطح کل رسانه‌های غربی هم سهم بزرگی داشتن به اینکه 2014 را همانند یک هیولا بر مردم افغانستان بازتاب بدن و واقعا در نارام کردن بازار سهم بزرگی را هم بازی کردن. حالا واقعیت 2014 استاد چه هست؟ اصلا ضرور هست این همه نگرانی از بابت وضعیت اقتصاد افغانستان و احتمال یک رکود اقتصادی یا خیر؟ بله، اگر ما خواسته باشیم در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از 2014 صحبت کنیم، به نظر من مهمترین مسئله این است که مسئله اقتصاد افغانستان بعد از 2014 جدا یا تافته جدا بافته از وضعیت ثبات سیاسی در افغانستان و حفظ امنیت در افغانستان نیست. شما شاهد هستین که ما در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری داریم. اگر ما یک انتخابات ریاست جمهوری خوب و شفاف داشته باشیم، بدون شک خطرات و نگرانی هایی که در مورد اقتصاد افغانستان پس از 2014 وجود داره کاهش پیدا میکنه. در رابطه با سوال شما باید بگویم که در مورد 2014 طبیعی است که یک مقدار بزرگنمایی ها شده، ولی نباید فراموش کرد که مسئله 2014 یک مسئله جدی است، یک مسئله جدی و یک نگرانی جدی برای افغانستان و برای جامعه جهانی، و این نگرانی قابل کنترل است. اینطوری است که نگرانی در مورد 2014 وجود داشته باشه، اما نتونیم دولت افغانستان و جامعه جهانی نتونه این نگرانی ها را در مورد 2014 کنترل کنه و رهبری کنه و مدیریت کنه. خب، حالا از دید شما همین ظرفیت در دولت افغانستان به خاطر مدیریت یک بحران احتمالی پس از سال 2014 میلادی در اقتصاد افغانستان وجود داره یا خیر؟ با عمل کرده که در 11 سال گذشته داشته. دو بحث است. اولا اگر ما توانمندی های مدیریتی دولت افغانستان ارزیابی کنیم، متاسفانه من زیاد خوشبین نیستم در مورد از اینکه بتونه وضعیت آنگونه که باید شاید مدیریت کنه، به خصوص به لحاظ اقتصادی نخواد بتونه که وضعیت اقتصادی افغانستان رو مدیریت کنه. ولی اگر بخوایم اکادمیکتر و تخصصی‌تر صحبت کنیم، نگرانی هایی که در مورد اقتصاد افغانستان در مورد 2014 وجود داره بسیار روشن و شفاف است. فرار سرمایه احتمال ازی وجود داره که ناامنی افزایش پیدا کنه و ما شاهد کاهش سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان باشیم. همچنان ممکن است که نگرانی‌ها در مورد اقتصاد سیاسی مواد مخدر رشد کنه، ممکن است بیکاری افزایش پیدا کنه و بعضی مسائل دیگه اقتصادی که در مورد افغانستان وجود داره بعد از 2014. اما اینی نگرانی‌هایی است که قابل کنترل است. از یک جهت اگر ما در مورد 2014 نگرانی داریم، از جهت دیگه بعضی از گزینه‌های بسیار خوب را در افغانستان در اختیار داره که بتونه توسط از اون گزینه‌ها بحران مدیریت کنه. مثلا شما شاهد هستین که در کنفرانس توکیو جامعه جهانی به افغانستان سالانه 4 میلیارد دلار بعد از 2014 قول دادن، وعده دادن. این 4 میلیارد دلاری که جامعه جهانی بر افغانستان کمک میکنه و از طرف دیگه اگر معاهده امنیتی افغانستان با ایالات متحده آمریکا به امضا برسه، این گزینه‌هایی است که خطرات احتمالی رو در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از 2014 کاهش میده. من شخصا نگرانی من در مورد 2014 به خصوص به لحاظ اقتصادی یک نگرانی جدی است، ولی معتقد هستم که این نگرانی‌ها قابل کنترل است، قابل مدیریت است، چون ما بعضی از گزینه‌های بسیار اساسی و بنیادین در اختیار داریم که توسط از این گزینه‌ها میتونیم آسیب‌های احتمالی اقتصادی را بعد از 2014 کنترل کنیم. ما استاد، بحث اگر تعهد نشست توکیو در افغانستان در نظر بگیریم، یک تعهد مشروط جامعه جهانی بوده بنابر وضعیت اقتصادی که حالا در ایالات متحده آمریکا و بقیه شرکای اقتصادیش در سطح جهان حکم فرما هست، بیشتر تمایل این هست که باید کمک های توسعه‌ای به کشورهای کمتر توسعه یافته را کاهش بدن. حالا به خاطر توجیه این مشکل داخلیشان، اونا هم کمک های نشست توکیو را مشروط گذاشتن بر این که باید یک حسابدهی دو جانبه وجود داشته باشه و پس از این ما هم گزارش های را هم به دنبالش داشتیم. به طور مثال از طرف دیدبان جهانی شفافیت، افغانستان باز هم یکی از مفسدترین کشورها در سطح جهان بود. اینها همه میتونن وسایل باشن در اختیار جامعه جهانی که بعد دلیل داشته باشن به خاطر کمک نکردن به افغانستان. حالا اینها یک منبع مطمئن هستن به خاطر که افغانستان بتونه روش تکیه کنه و بگه که میتونیم زیاد نگران نباشیم؟ بله، اینجا ما باید مسئولیت هایی را که متوجه دولت و جامعه جهانی است بعد از 2014 تقسیم بندی کنیم. مسئولیت جامعه جهانی در خلال افغانستان چی است؟ جامعه جهانی بر رهبری ایالات متحده آمریکا در بیشتر از یک دهه است که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن، قربانی میتن و مصرف میکنن. در جریان از یک دهه ما بعضی از دستاوردهای بسیار خوبی را در عرصه اقتصاد به خصوص داشتیم.
جامعه جهانی باید احساس مسئولیت کنه که نگذاره این دستاوردها از بین بره. این دستاوردها رو چه قسمی میتونه اینا حفاظت کنن؟ حفاظت دستاوردها بستگی به این داره که جامعه جهانی از دولت افغانستان، از مردم افغانستان حمایت‌های مالی و اقتصادیشون ادامه بدن. مسئولیت دولت افغانستان چیست؟ مسئولیت دولت افغانستان این است که کمک‌هایی که از جامعه جهانی به دست میاره در راستای مدیریت بهتری از کمک‌ها اقدام کنه. یک از شاخص‌های اصلی که میتونه موثریت کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان بیفزایه که مسئولیت دولت افغانستان است، مبارزه با فساد اداری است. افغانستان طبیعی است که یک از فاسدترین کشور جهان است، ولی اگر دولت افغانستان نخواهد که جلوی فساد بگیره، اگر نخواهد در راستای بهبود در موثریت کمک‌های بین‌المللی در افغانستان اقدام صورت نده، طبیعی است که وضعیت اقتصاد افغانستان بهبود پیدا نمی‌کنه. حال اگر ما فرض کنیم که جامعه جهانی و افغانستان دنبال از این نیستن که مسئولیت‌های خود در قبال مردم افغانستان ادا کنن، طبیعی است که وضعیت خیلی بدتر میشه. ولی پیش فرض ما این است که هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی می‌خوان که وضعیت به گونه‌ای کنترل کنه که بعد از 2014 وضعیت سیاسی افغانستان، وضعیت اقتصادی افغانستان از کنترل از اینا خارج نشود. البته ای مربوط به ای است که دولت افغانستان مربوط به ای است که بعد از 2014 چه حکومتی در افغانستان به قدرت میرسه و فرایند انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان چگونه دایر میشه. اگر ما روند انتخابات ریاست جمهوری را روند شفاف داشته باشیم و بر اساس یک معیارهای استاندارد صورت بگیره، اگر انتقال قدرت از دولت آقای کرزی به دولت جدید به سادگی و با شفافیت تمام صورت بگیره، این انتقال ما طبیعی است که ما شاهد حفظ ثبات نسبی در افغانستان هستیم. اما اگر وضعیت سیاسی در افغانستان بدتر شده باره، اگر دولت افغانستان مسئولیت‌های خود ادا نکنن و اگر جامعه جهانی همچنان بخواد افغانستان فراموش کنه و چشم پوشی کنه بر دستاوردهایی که در طی چند سالی گذشته ما با دست آوردیم، طبیعی است که ما شاهد هیچ گونه خوشبینی در مورد وضعیت اقتصاد افغانستان نخواهیم بود. خب حالا بحث بهانه بزرگی که دست جامعه جهانی هست، بحث فساد گسترده در حکومت افغانستان هست، چیزی که واقعا مردم افغانستان به گونه عملی هم شاید یک مبارزه جدی علیهش در افغانستان نیستن. حالا شما چقدر مطمئن هستین که جامعه جهانی در همین حسابدهی چندین جانبه و حسابدهی دو جانبه یک وجود داره، یک دیدگاه خوب داشته باشن و ازش یک نتیجه خوبی بگیرن و اعتماد کنن و واقعا به افغانستان کمک مالی داشته باشن؟ بله، فساد اداری در افغانستان متاسفانه، بحث فساد اداری و استراتژی برای جلوگیری از فساد اداری در افغانستان به نظر من به یک بنبست رسیده. این بنبست ناشی از این است که ما معمولا وقتی در مورد فساد اداری صحبت میکنیم، تصور همگان نیست که مقامات دولتی، غربی ها، خارجی ها میلیون ها دلار از کمک های جامعه جهانی بر افغانستان دزدی میکنن، میخوان. درست است؟ ولی هیچ کسی تا هنوز در افغانستان به صورت بنیادین و ساختاری در مورد مشکل فسادی کار نکرده. چه کسی میفهمه که ممکن است ده ها تا دلایل پنهان پشت سر فسادی داری در افغانستان وجود داشته باشه، ولی کسی کار نکرده. اما در رابطه با سوال شما، ما تصور میکنیم که درست است در افغانستان فساد اداری وجود داره، درست است در افغانستان مشکلات دیگه وجود داره، مدیریت دولتی ما ضعیف است، ولی جامعه جهانی نمیتونه افغانستان به تنهایی اعلام بده. به خاطر از اینکه از دست دادن افغانستان به معنای از دست دادن دستاوردهای بزرگی است که در عرصه سیاسی و اقتصادی در طول چند سال گذشته ما داشتیم، از دست دادن افغانستان به معنای به آتش کشانده شدن منطقه، به معنای از بین رفتن امنیت ملی خود آمریکا و غربی هاست. به این دیدگاه ما تصور میکنیم که جامعه جهانی به این سادگی حاضر نیستن که کمک های خود در افغانستان قطع کنن. اما سختگیریشان در مورد شفافیت، در مورد حسابدهی دولت افغانستان یک کار مثبت است و ما توقع داریم که اینا بیشترتر تمرکزشان بر ازی بگذارن که دولت افغانستان رو وادار کنه به شفافیت بیشتر، وادار کنه به حسابدهی بیشتر. در غیر از او اگر جامعه جهانی از کمک هایشان شفافیت و حسابدهی نداشته باشن، نمیتونیم تصور ازیر داشته باشیم که دولت افغانستان خودش اقدام کنه. خب حالا آقای فرزام، یک دیدی که در خود واشنگتن شکل گرفتن نسبت به افغانستان زیاد هم جذاب نیست. حالا افغانستان دیگر برایشان یک ماموریت جذاب نیست، تقریبا شبیه یک وظیفه هست و یک مسئولیتی که میتونن حتی ازش صرف نظر کنن. حتی وقتی مشاور ارشد امنیت ملی آمریکا مطرح میکنه که میتونیم روی گزینه صفر نیرو هم در افغانستان صحبت کنیم، اینها همه نشان از عدم تمایل ایالات متحده آمریکا به خاطر حضورش در منطقه نیست؟ حرف شما دقیق است. این نگرانی ها در واشنگتن و در آمریکا خیلی جدی است.
اتفاقا در سفر اخیری که رئیس جمهور افغانستان با آمریکا داشت گزینه از این مطرح شد که اونا قرار است تمام نیروهای خود از افغانستان بکشن، ولی مهم است که جانب افغانی که با آمریکا مذاکره میکنن، با آمریکا تعامل دارن، اینی جانب تا چه اندازه آمادگی از این داره که اعتماد جامعه جهانی، اعتماد غرب در افغانستان فراهم بسازه. اگر وضعیت به این گونه ای که فعلا وجود داره ادامه پیدا کنه، طبیعی است که ما نمیتونیم خیلی در مورد وضعیت افغانستان پس از 2014 خوشبین باشیم. امروز روند صلح در افغانستان ناشفاف است. امروز هنوز هم مشکلات در مورد موافقتنامه امنیتی با آمریکا وجود داره. امروز هنوز هم دولت افغانستان واقعا هیچ گونه استراتژی مشخص را در مورد ایجاد اعتماد از بین بردن فساد نداره. اگر دولت افغانستان خواسته باشه و تمایل نشان بده که میتونه کمک‌های جامعه جهانی را، اعتماد جامعه جهانی را با خود داشته باشه، طبیعی است که جامعه جهانی هم کمک میکنه. در غیر از او دولت افغانستان نمیتونه این با این وضعیت که امروز وجود داره اعتماد جامعه جهانی را برسه. سپاسگزارم آقای فرزام. خواهش. بحث را پس از میون برنامه کوتاه همچنان ادامه خواهیم داد. به ادامه بحث خوش آمدید. خب آقای فرزام، حالا میایم روی اقتصاد افغانستان کلانتر صحبت میکنیم. اقتصادی که در تعریف کلانش هماره مطرح میشه، اقتصاد معتاد به کمک های خارجی، اقتصاد معتاد به مواد مخدر. حالا چی امیدی میتونیم به همچین یک اقتصاد پس از سال 2014 میلادی داشته باشیم؟ معتاد بودن به کمک های خارجی، وقتی کمک های خارجی قطع میشه، بعدش سهم مواد مخدر، حتما میتونیم توقع داشته باشیم که در اقتصاد افغانستان بلند بره. بله، مطابق معیار بانک جهانی افغانستان یکی از وابسته ترین اقتصادهای جهان به کمک های خارجی است. حتی بعضی از متخصصین بین المللی میگن که اقتصاد افغانستان بعد از اقتصاد نوار غزه وابسته ترین اقتصاد جهان به کمک های مالی است. البته فراموش نکنیم که این ادعایی که از طرف بانک جهانی مطرح میشه و این ادعایی که از طرف غربی ها مطرح میشه تا حدود زیادی درست است، به خاطر که اگر شما باید داشته باشین همه ساله بودجه افغانستان، تمامی بودجه انکشافی افغانستان از منابع خارجی تمویل میشه و از طرف دیگر تقریبا 60% بودجه داخلی بودجه عادی افغانستان از منابع داخلی تمویل میشه. اگر شما اینو مقایسه کنین، یک دستاورد واقعا ناچیز است در 12 سال اخیر در افغانستان. دو مشکل اصلی در اینجا وجود داره. مشکل اولی است که در افغانستان متاسفانه فرایند جمع‌آوری مالیات یا برنامه‌ریزی برای افزایش عواید داخلی در افغانستان مشکل داره. دولت افغانستان هنوز نتونسته که چشمه های عایداتی افغانستان تشخیص بده و با ارائه برنامه ها و استراتژی های مشخص و شفاف در راستای جمع‌آوری عواید اقدام کنه. یک مشکل. مشکل دومی که وجود داره این است که ما معمولا اما قسمی که شما اشاره کردین اقتصاد معتاد به مواد مخدر هستیم و مواد مخدر سهم بزرگی را در جی دی پی کشور سالانه بازی میکنه. امروز اقتصاد مواد مخدر در کنار اقتصاد غیر رسمی در افغانستان وجود داره، در مجموع 80% اقتصاد ما تشکیل میده. به این معنا که دولت افغانستان بالای 80% اقتصاد افغانستان کنترل نداره. وقتی میگیم کنترل نداره، منظور ما ایست که دولت افغانستان نمیتونه از 80% اقتصاد افغانستان مالیه جمع کنه. 80% اقتصاد افغانستان، فعالیت های اقتصادی در حوزه 80% کاملا خارج از کنترل دولت است، بیرون از چارچوب های قانونی در افغانستان است. تمام از اینا اقتصاد غیر قانونی نیست. ما اقتصادهای قانونی رو داریم که خارج از چارچوب قانونی هستن، ثبت و رجستر شده نیستن، دولت نمیتونه از اینا مالیه جمع‌آوری کنه. پس به این اساس ما تصور میکنیم که اقتصاد افغانستان هنوز هم ضعیف‌ترین اقتصاد است، وابسته ترین اقتصاد جهان است، اما گزینه‌های بسیار خوبی برای ازی وجود داره که ما خود از این وابستگی بیرون بکشیم. مثلا ظرفیت بزرگ برای افغانستان معادن افغانستان است. امروز اگر سرمایه گذاری دقیق و برنامه ریزی درست برای معادن افغانستان صورت بگیره، ما در آینده نه چندان دور میتونیم که این میزان وابستگی رو کاهش بدیم، حتی به صفر برسانیم. البته در صورتی که قراردادهایی که در مورد معادن میشه، این قراردادها شفاف باشه، پروسه جمع‌آوری عواید معادن شفاف باشه و در بودجه دولت بریزه و اینا در راستای سرمایه گذاری و توسعه در افغانستان به مصرف برسه. مثلا گزینه دیگه ای که ما داریم برای بهبود اقتصاد افغانستان و کاهش وابستگی به کمک‌های مالی موقعیت افغانستان است. امروز همگرایی اقتصادی به عنوان یک از گزینه‌های عمده ثبات اقتصادی برای افغانستان مطرح است. افغانستان یک موقعیت خوب داره
در جای شک نیست. اقتصادهای بزرگی در اطراف افغانستان در حال رشد است و مارکت‌های میلیونی هند و چین و پاکستان و امثال از اینا در اختیار ما قرار داره. اگر دولت افغانستان بتونه با مشکلات سیاسی که با پاکستان و کشورهای همسایه در بر اینا غلبه کنه و اینا رو وادار کنه که به یک همگرای اقتصادی برسه و یا حداقل تلاش کنه که موانع در مقابل تجارت و ترانزیت از بین ببره، ما شاهد افزایش عواید داخلی خود بودیم و مثل از این ده ها تا گزینه خوبی دیگه وجود داره که در صورت مدیریت بهتر ما میتونیم میزان وابستگی خود به کمک‌های جهانی کاهش بدیم. خب حالا بحث دیگری که معمولا از طرف دولت افغانستان به عنوان یک منبع ارزی مطمئن مالی پس از سال 2014 میلادی و پس از سال 2024 میلادی مطرح میشه، بحث معادن افغانستان هست. باروندی که در 11 سال گذشته ما در افغانستان تجربه کردیم در قسمت قراردادهای بزرگ معادن در افغانستان که پرسش های جدی هم در زمینش وجود داره، میشه به عنوان یک ارزی مطمئن به عواید معادن در افغانستان نگاه کرد؟ دو بحث میشه در مورد معادن مطرح کرد. بحث اولی است که اگر به تجربه تاریخی کشورهایی که غنی بودن از معادن نگاه کنیم، معمولا تحقیقات نشان می‌ده که اینی کشورهایی که دارای معادن بیشتر بودن لزوما استفاده از معادن به معنای رشد اقتصادی بیشتر نبودن. در کشورهای آفریقایی ما شاهد هستیم و در کشورهای آمریکای لاتین تحقیقاتی که صورت گرفته نشان می‌ده که میزان معادن در یک کشور تعیین کننده یا پارامتر اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی نمیتونه به شمار بره. حتی در بعضی از کشورها معادن تونسته که تاثیر منفی برای رشد اقتصادی به جا بگذاره. این نگرانی و این در مورد افغانستان وجود داره. ما یک تئوری خیلی کلان در مورد منابع داریم در مورد معادن که از او به نام تئوری نفرین منابع یاد میکنه. تئوری نفرین منابع منظورش این است که یک کشور غنی است از منابع معدنی، وقتی خواسته باشه از این منابع استفاده کنه، این منابع حاصل از این منابع در راستای بهبود عملکرد اقتصادی به مصرف نرسیده. دلایل زیاد وجود داره که چرا چنین شده. این نگرانی در مورد افغانستان هم وجود داره. مثلا نگرانی که ما در مورد معادن افغانستان دارم این است که اگر دولت افغانستان نتونه پروسه یا فرایند استفاده از معادن در افغانستان خوب مدیریت کنه، اگر نتونه از حاصلی که از این بدی سیمیاره خوب استفاده کنه، در راستای رشد و توسعه استفاده نکنه، طبیعی است که ما تجربه تلخ تئوری نفرین منابع در افغانستان هم خود داشته باشیم. یک بحث. بحث دومی است که نگاه ما به معادن در افغانستان متاسفانه یک نگاه فوق‌العاده بزرگ نما شده است، یک فوق‌العاده کلان شده است. درست است ما معادن داریم، درست است ما افغانستان یک کشور غنی از معادن است، اگر دولت افغانستان بتونه استفاده کنه میتونیم به رشد اقتصادی برسیم، در صورتی که ظرفیت استفاده از معادن به وجود بیاید. امروز در مورد قراردادهای معادن در افغانستان شک و تردیدهای زیاد وجود دارد. امروز قراردادهایی که در مورد معادن افغانستان صورت میگیره مورد نقد است. چه کسانی معادن افغانستان قرارداد میکنه؟ با کدام شرکت ها معادن افغانستان پرداخت میشه؟ آیا فرایند سپردن معادن افغانستان به سکتور خصوصی به شرکت‌های خصوصی یک فرآیند شفاف است؟ یک فرآیند عادلانه است؟ نیست. درست است؟ نگرانی‌های زیاد وجود دارد. حتی شما شاهد هستیم که بعضی از معادن بسیار عمده افغانستان کسانی می‌گیرند که اینا با هسته‌های اصلی قدرت در افغانستان رابطه داشته باشند. کسانی که نمی‌تونه این رابطه را تأمین کنه، رابطه سیاسی را نمی‌تونه با معادن افغانستان دسترسی پیدا کنه. پس به نظر من جدا از بحث تئوریکی که مطرح کردیم، اگر در افغانستان حداقل یک کمیته خاصی تشکیل شود بر نظارت بر استفاده از معادن در افغانستان، یک کمیته شفاف و مستقل تحت نظارت پارلمان و نهادهای مدنی، ما میتونیم امیدوار باشیم به اینکه معادن افغانستان میتونه یک فردای روشن را برای افغانستان، برای مردم افغانستان به نمایش بگذاره. در غیر از این بسیار مشکل است که ما فقط چشم بدوزیم به معادن استخراج کرده بریم، شرایط و و و فراخوانی هایی که صورت میگیره در مورد معادن شفاف نباشه، در اون صورت طبیعی است که معادن نمیتونه خیلی کمک خاصی برای افغانستان. سپاسگزارم آقای فرزام. خواهش. بحث را پس از میان برنامه کوتاه همچنان ادامه خواهیم داد. با ادامه بحث خوش آمدید. خب آقای فرزام، شرایطی که در 11 سال گذشته در افغانستان در عرصه معدنکاوی پیموده شده، چه امیدی را میتونه بر افغانستان داشته باشه؟ میشه به همون فرآیند 11 سال گذشته اعتماد کرد و خیلی ها هم به عنوان یک ارزی مطمئن به معادن افغانستان نگاه کرد یا خیر؟ 11 سال گذشته کارهایی در عرصه معادن افغانستان صورت گرفته، با وجود تمام مشکلاتی که داشته و اشاره کردیم، کارهایی با ارزش بوده، ارزشمند بوده. امروز اگر شما توجه کنید، فقط معادن مس عینک افغانستان 400 میلیون دلار سالانه به بودجه افغانستان عاید دارد.
اگر معدن حاجیگک ما در نظر بگیریم، پولی که از معدن حاجیگک سالانه به دولت افغانستان واریز میشه، این پول میتونه منبع خوبی برای یک منبع درآمدی بسیار قابل اطمینان برای دولت افغانستان باشه. اما بازم تاکید میکنیم که معادن در نفس خود نمیتونه فرایند رشد اقتصادی را توسعه بخشه یا نمیتونه کند بسازه. این بستگی به این داره که ما چگونه از معادن استفاده میکنیم. آیا نگاه ما به معادن افغانستان، آیا برنامه ما، برنامه طولانی مدت ما، برنامه راهبردی ما نسبت به معادن افغانستان یک برنامه وسیع در راستای رشد و توسعه اقتصادی افغانستان است، یا در جهت از این که ما این منابع را استخراج کنیم، پول زیر به دست بیاریم و معلوم نیست هیچ گونه حسابدهی وجود نداشته باشه که معادن، این پولهای کلانی که از معادن افغانستان به وجود آمده در کجا به مصرف میرسه. نگرانی اصلی که وجود دارد در مورد معادن افغانستان است که بعضی از حلقات مافیایی، بعضی از حلقات قدرتمند چشم دوختن به معادن افغانستان تا این معادن از چنگ مردم افغانستان بیرون کنن و اینا رو در راستای تقویت و فربتر کردن خود استفاده کنن، و این نگرانی فوق‌العاده جدی است. اگر دولت افغانستان نسبت به این مسئله توجه نشان نده، طبیعی است که معادن افغانستان نمیتونه زیاد برای ما زیاد مفید واقع شود. امروز ما ده ها تا گزارش، ده ها تا خبرهای موثق در مورد فساد در پروسه معادن افغانستان وجود داره که ما میشنیم همگی. خب در اقتصادی که توزیع منابع شاید بسیار غیر عادلانه باشه و واقعا هم هست، حتی در گزارش های عنوان میشه که تمام اقتصاد افغانستان به عنوان یک اقتصاد مافیایی دست 300 نفر هست، در همچین اقتصاد دقیقا برگ برنده چی میتونه باشه؟ درست است که در افغانستان مافیا قدرت داره، فعالیت های غیرقانونی اقتصادی وجود داره، و مهمتر از همه اقتصاد سیاسی مواد مخدر یک تهدید فوق العاده جدی است، نه برای اقتصاد افغانستان بلکه برای امنیت و برای ثبات سیاسی در افغانستان. اما در کنار از این ما نباید فراموش کنیم که طی 10 سال 11 سال گذشته ما بعضی دستاوردهای خیلی خوبی را در اقتصاد افغانستان داشتیم. مثلا رشد سکتور خصوصی. سکتور خصوصی تحت ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد در افغانستان عموم روابط سنتی را که در حاکم بود بالای نظام اقتصادی افغانستان از بین برد. مثلا در سابق تمامی فعالیت اقتصادی و فعالیت سیاسی در کنترل دولت قرار داشت. درست؟ دولت میتونست با استفاده از کنترلی که بالای فعالیت اقتصادی داشت، این اقتصاد از بینوان وسیله برای سرکوب یک تعداد افراد دیگه استفاده کنه. ولی امروز این مناسبات در هم شکسته. امروز سکتور خصوصی وارد مارکت شده و امروز هزاران انسان در راستای عزیز که سرمایه گذاری کنه و پول به دست بیاره، زمینه استخدام را ایجاد کنه، زمینه کار ایجاد کنه. شما شاهد هستین که ما اگر یک تعداد فعالیت خصوصی ما فعالیت شفاف نیستن، ولی قسمت بزرگ سکتور خصوصی در افغانستان یک فعالیت فوق العاده ارزشمند و امیدوار کننده است. پس نگاه ما به سکتور خصوصی باید این گونه باشه که افغانستان، دولت افغانستان به سکتور خصوصی به عنوان یک سکتور محوری در فرایند توسعه اقتصادی در افغانستان نگاه کنه. ما از کندی فعالیت های اقتصادی فعلا در بازار میتونیم صحبت کنیم. واقعا بازارها نارام هستند. مردم با اعتماد نمیتونن خرید و فروش کنن. خصوصا در سطح معاملات املاک اگر ما بخوایم امروز در افغانستان صحبت کنیم، هیچ کسی با اعتماد کامل نمیتونه دست به خرید و فروش املاک در مهمترین نقاط شهر کابل بزنن. در چنین وضعیت چیزی واقعا میتونه آرامش به بازار املاک در افغانستان و در سطح کلان به بازار سرمایه در افغانستان برگردانه؟ بله، این نگرانی که در بازار افغانستان وجود داره، در بازار املاک خصوصا وجود داره، در بازار سرمایه وجود داره، ناشی از نگرانی هایی است که در مورد وضعیت سیاسی افغانستان بعد از 2014 وجود داره. اکثریت از مردم نگران از این است که اگر در 2014 فرایند تحویل قدرت به یک نظام دیگه به آرامی صورت نگیره، اگر ثبات سیاسی از بین بره، اگر امنیت همچنان شکننده تر شده بره، طبیعی است که مردم نگران وضعیت آینده است. سرمایه خود نمیتونه در جای سرمایه گذاری کنه که اصلا هیچ امیدی برای سوددهی در اون وجود نداشته باشه. پس من تصور میکنم که امروز مارکت های افغانستان فوق العاده نگران است و یک خیلی طبیعی است و یک نگرانی روانی است که امروز در مارکت افغانستان ایجاد شده نسبت به 2014. اگر من بازم تاکید میکنم این وضعیت نمیشه با حرف کنترل کرد، نمیشه مدیریت کرد، به خاطر که کاملا طبیعی است در مارکت. ما زمانی میتونیم از این پراکندگی و آشفتگی روانی در بازارهای افغانستان جلوگیری کنیم که بتانیم اطمینان مردم افغانستان نسبت به 2014 به دست بیاریم. و این زمان ممکن است که موافقت
امنیتی افغانستان، موافقتنامه امنیتی افغانستان با آمریکا امضا شود و یک مقدار نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانه و نظام حاکم در افغانستان به مردم وعده بدهن که ما حاضر هستیم که قدرت در یک پروسه کاملا شفاف به کسای دیگه‌ای که برنده انتخابات میشه واگذار کنه. و میم کمی روی این بحث هم کنون استاد که چقدر واقعا گزارش هایی که از طرف نهادهای مالی و پولی بین المللی در مورد اقتصاد افغانستان پس سال 2014 میلادی مطرح میشه گزارش های سیاسی هستن و به عنوان یک اهرم فشار علی دولت افغانستان استفاده میشن. با طور مثال بحث رکود اقتصادی پس از سال 2014 میلادی برای نخستین بار از طرف بانک جهانی در افغانستان مطرح شد و واقعا نگرانی های بزرگ را هم با بازار افغانستان فرستاد و حالا هم این همه نگرانی که نسبت به سال 2014 میلادی در بازار افغانستان وجود داره از بابت همین گزارش هایی است که از طرف نهادهای مالی و پولی بین المللی به نشر سپرده شده. حالا از دید شما این گزارش ها در چه حد واقعیت بودن و در چه حد یک گزارش سیاسی بودن به عنوان یک رم فشار سیاسی علی دولت افغانستان؟ دقیق است، سوال خیلی خوب مطرح کردین. تمامی گزارش های اقتصادی که از طرف نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی در مورد افغانستان منتشر میشه، این گزارش ها به صورت 100% گزارش دقیق نیست. چرا گزارش ها دقیق نیست؟ به خاطر از اینکه هیچ گونه معلومات و اطلاعات دقیق در مورد افغانستان وجود نداره. تمامی گزارش هایی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ارائه میکنن، این گزارش ها معمولا گزارش هایی هستن که بر مبنای حدس و گمان صورت میگیره. اساس از اینا اطلاعات دقیق و معلومات دقیق در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان نیست. به همان اساس گزارش های از این نهادها تا حدود زیاده میتونه آدم نقد کنه و زیر سوال ببره، به خاطر از اینکه آشنایی از اینا در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان آنگونه که باید و شاید نیست. یک مسئله دیگه ای است که به این معنی نیست که این گزارش ها تماما منفی است و تماما بد است و تماما یک دیدگاه بدبینانه را تزریق میکنه. نه، اگر یک 10% 20% گزارش ها قابل سوال باشه به خاطر اطلاعات ناقصی که در مورد افغانستان دارن، قسمت دیگه از گزارش ها تا حدود زیادی درست است. چرا میگم رکود اقتصادی در افغانستان به وجود میاد؟ به خاطر از اینکه وقتی هزاران نیروی خارجی از افغانستان خارج میشه، جدا از کمک‌های رسمی از اینا میلیون ها دلار ماهانه در مارکت افغانستان وارد میکنن به صورت غیر رسمی، خرید و فروش میکنن، اجناس و کالاهای افغانی رو خریداری میکنن. اینا از مارکت افغانستان خارج میشه و این میتونه آغازگر یک رکود اقتصادی در اقتصاد افغانستان باشه. من تصور میکنم که گزارش های بانک جهانی و IMF تا حدود زیادی در حدود 60-70% هم نمیتونم خیلی دقیق تعیین کنه، گزارش های درست است، بر مبنای واقعیت است و بقیه از گزارش مثلا یک قسمتش بر اساس ناگاهی از اینا از نمود اقتصاد افغانستان است و ممکن است یک قسمت کوچک از اینا وابسته باشه به بعضی از ملاحظات سیاسی که اینا نسبت به دولت افغانستان. سپاسگزار آقای فرزام از حضورتان در این برنامه. تشکر. کاروبار امروز در همین جا به پایان رسید. تا روزگاری دیگر شما را به عزت توانا امان میکنم. همچنان خواهش مندم که بیننده جهان در پنج نیز از یک باشید.